یکی دیگه از دستورات پرکاربردی که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم دستور روتیت یا اصطلاحاً چرخاندن شکل ها هست که بعد از اون میریم به سراغ دستور اسکیل که مربوط میشه به تغییر مقیاس. در واقع دستور روتیت یا چرخش که در اینجا قرار گرفته به ما کمک میکنه که بتونیم تحت زاویه مورد نظر خودمون و البته با مشخص کردن یک بیس پوینت یا نقطه مبنا دوران رو بر روی ترسیماتمون انجام بدیم. به عنوان مثال من از شکلی مثل مستطیل همیشه استفاده میکنم برای این مبحث به خاطر اینکه وقتی اون رو بچرخونیم بهتر مشخص میشه نتیجه کار. خب دقت داشته باشید که وقتی از دستور روتیت استفاده میکنیم از نظر اجرایی مشابه با دستورات موو و کپی هست، یعنی به ما میگه آبجکت یا شیء مورد نظرتون رو انتخاب کنید. بعد از انتخاب کلید انتر رو فشار میدیم. بعد از اون به ما میگه specify base point یا مشخص کنید نقطه مبنا رو. خب ما میتونیم مثل همون دستورات قبلی در داخل بر روی شکلمون و یا در خارج از اون نقطه مبنا رو تعریف بکنیم. کافیه یک بار کلیک بکنیم. به عنوان مثال من میام و از این گوشه استفاده میکنم. ملاحظه میکنید این گوشه شناخته میشه و بعد حالا اگر مکان نما رو حرکت بدم، ماوسم رو حرکت بدم، میتونم تحت یک زاویه دلخواه و به این ترتیبی که ملاحظه میکنید در واقع جا به جای خودم رو، چرخش خودم رو انجام بدم. خب ببینید اینجا به ما میگه specify rotation angle. خب با کلیک کردن ما میتونیم زاویه رو تعیین بکنیم یا میتونیم عددی رو وارد بکنیم. مثلا من در اینجا زاویه 21 درجه رو وارد کنم، کلید انتر رو فشار بدم و ملاحظه میکنید که مستطیل من با زاویه 21 درجه دوران پیدا میکنه. دوباره کلید انتر رو فشار میدم، مستطیلم رو انتخاب میکنم، انتر میکنم. حالا بعد از اینکه نقطه مبنا مثلا اینجا رو انتخاب کردم، دو تا گزینه در داخل خط فرمان ظاهر میشه. گزینه اول کپی، یعنی همچنان که دوران انجام میشه یک کپی هم از این گرفته بشه. و همچنین گزینه دوم ریفرنس هست که به صورت ارجاع عمل میکنه. خب حالا ببینیم که به چه شکلی هستن اینها. ببینید اینجا اگر من بیام گزینه کپی رو انتخاب بکنم و مثلا در این نقطه کلیک بکنم، علاوه بر شکل اولیه خودم شکل ثانویه ایجاد میشه، یعنی شکل اول رو نمیاد حذفش بکنه، اون به جای خودش باقی میمونه، یه کپی از اون میگیره و طبق مشخصات و زاویه خواسته شده از من که مشخص میکنم اون رو میچرخونه و به این ترتیب تکثیر میشه. دوباره دستور روتیت رو انتخاب میکنم، صادر میکنم، این رو انتخابش میکنم، اینتر رو فشار میدم. حالا نقطه مبنا رو این بار اینجا در نظر میگیرم و یک بار دیگه این رو تکرار میکنم. ببینید همچنان گزینه کپی رو انتخاب میکنم و بعد میتونم بیام بگم که مثلا نسخه بعدی در اینجا تکثیر بشه و درج بشه، به این ترتیبی که مشاهده میکنید. در مرحله بعدی دوباره دستور روتیت رو صادر میکنم، مثلا میگم این شکلم رو انتخاب میکنم، کلید انتر و بیس پوینتش هم مثلا اینجا باشه. در گام بعدی رفرنس رو انتخاب میکنم، یعنی ارجاع داده بشه. اینجاست که میاد به من میگه specify the reference angle، زاویه مرجعت رو مشخص کن. مثلا من میگم در اینجا 45 درجه باشه، کلید انتر رو فشار میدم و بعد از اون میبینید که به ما میگه specify the new angle or point، یک زاویه جدید یا یک نقطه جدید رو مشخص کن. مثلا این بار 65 درجه رو وارد میکنم. میبینید که مستطیل من با زاویه 65 درجه در مرحله دوم روتیت میشه و دوران پیدا میکنه و به این ترتیب چنین نتیجه برای ما حاصل میشه و ما میتونیم که در طراحی ها و ترسیمات خودمون به راحتی از روتیت استفاده کنیم. نکته مهمی که در زمان استفاده از دستور روتیت یا چرخش وجود داره و حتما باید رعایت بکنید اینه که وقتی که قرار هست ما شیئی رو بچرخونیم باید شیء ما یک نقطه مبنا داشته باشه که معمولا این نقطه مبنا رو شما باید با یک مقداری صبر و حوصله و هوشیاری بر روی نقشه خودتون در یک محل بسیار مناسبی پیدا بکنید که در نهایت و با مشخص کردن در واقع
اون نقطه بتونید به نتیجه دلخواه خودتون برسید و این خیلی خیلی میتونه برای ما اهمیت داشته باشه و به این ترتیب ما میتونیم که دورانهای لازم رو در هر حالتی که میخواییم انجام بدیم. خب بعد از اینکه این کارها در اینجا انجام شد میریم به سراغ دستور بعدیمون که دستور در واقع اسکیل یا تغییر مقیاس هستش. در اینجا دستور اسکیل رو ملاحظه میکنید. دستور اسکیل وظیفش اینه که اگر ما ترسیم یا ترسیماتی رو داشتیم طبق مقداری که ما مشخص میکنیم مقیاس اون رو تغییر بده، افزایش بده یا کاهش بده و به این ترتیب بتونه شکل ما رو کوچیکتر یا بزرگتر از اندازه فعلی خودش بکنه. خب من در اینجا این شکل‌های اضافه رو انتخاب و حذفشون میکنم. میام به سراغ این شکلم و اون رو در وسط صفحه قرار. حالا میرم به سراغ دستور اسکیل که در تصویر ملاحظه میکنید، اون رو انتخاب میکنم. دستور اسکیل هم مشابه با روتیت و موو و کپی، وجه اشتراکش با اینها اینه که به ما میگه شیت رو انتخاب بکن. خب من شیم رو انتخاب میکنم، میتونه یک یا چند موضوع باشه. در خط فرمان هم تعداد اشیاء انتخاب شده نوشته میشه. One found در اینجا یعنی اینکه یک مورد یافت شد. خب بعد از انتخاب گفتیم حتما باید کلید انتر فشرده بشه تا وارد مرحله بعدی بشه. Specify base point در اینجا هم ما یک نقطه مبنایی رو میخوایم که شیء ما نسبت به اون نقطه مبنا تغییر مقیاس داده بشه، تغییر اندازه داده بشه. ببینید به عبارت ساده اگر بخوام بگم نقطه مبنا مثل سوزن پرگار هست که در واقع به عنوان یک نقطه تکیه‌گاه هست و ما میتونیم با مشخص کردن نقطه‌ای برای سوزن پرگارمون تعیین بکنیم که حول این نقطه و بر مبنای این نقطه تغییرات انجام بشه و ترسیم خودمون رو در نهایت داشته باشیم. خب بیس پوینت یا نقطه مبنای این رو مثلا من در اینجا انتخاب میکنم. چرا اینجا مید پوینت؟ به خاطر اینکه نقطه وسط هست و من میخوام نسبت به وسط این شکل اندازه شکل من مقیاسش کم و زیاد بشه. ببینید اینجوری از همه طرف به اندازه یکسان من میتونم این تغییر مقیاس رو داشته باشم. و دقت داشته باشید زمانی که مکان نما یا همون ماوسم رو حرکت میدم میتونیم این تغییر مقیاس و تغییر اندازه رو ببینیم که بیشتر و یا کمتر میشه. خب حالا باید ببینید که چقدر احتیاج دارید به این تغییرات و مقدار مورد نظر خودتون رو میتونید که وارد بکنید. خب در اینجا دقت داشته باشید که در جهات مختلف اگر من حرکت بکنم در نهایت همون اندازه بزرگتر یا کوچیکتر رو به من نشون. خب مثلا میتونم بیام در اینجا عدد 2 رو وارد کنم. کلید انتر رو فشار میدم، مستطیل من 2 برابر میشه. یا مثلا میتونم بیام و دوباره دستور اسکیل رو صادر کنم، شکلم رو انتخاب کنم، در واقع انتر رو فشار بدم، بیس پوینتم رو نقطه وسط این خط در نظر بگیرم و مثلا این بار عدد 0.5 رو وارد کنم. نیم برابر میشه مستطیل من و میبینید که اندازه اون نصف میشه و به این ترتیب با هر مقداری که خواستید میتونید این تغییر مقیاس رو داشته باشید. دوباره اگر دستور اسکیل رو صادر کنم، شیم رو انتخاب کنم، اینتر کنم، میتونم بیام در جای دیگری هم کلیک بکنم برای تغییر مقیاس به عنوان بیس پوینتش، مثلا در اینجا کلیک بکنم. میبینید که نسبت به این نقطه میاد و اندازه مقیاس رو تغییر میده و مقیاس مستطیل من کم و زیاد میشه به این ترتیب. مثلا میتونم در همینجا کلیک بکنم، حالا حتما هم نباید عدد وارد کنم، در همینجا کلیک میکنم و اندازه و مقیاس جدید مستطیلم در اینجا نشون داده میشه. یه بار دیگه دستور رو تکرار میکنم و بیس پوینت رو مشخص میکنم. حالا ببینید اینجا ما دوتا گزینه رو داریم، یکی کپی. هر جا شما گزینه کپی دیدید بدونید که یک نسخه جدید از شیعتون تکثیر میشه، حتی در تغییر مقیاس یا تغییر اندازه که الان نمونهش رو ملاحظه کردید. و همچنین اگر من بیام این رو مجددا انتخاب بکنم و نقطه بیس پوینتش رو اینجا مشخص کنم، میتونم بیام از ریفرنس استفاده کنم و بگم که مثلا با چه مقداری و با چه طولی در واقع این کار انجام بشه، مثلا طولش 2 باشه به این ترتیب و نیولنتش رو هم در اینجا مثلا 3 در نظر بگیرم. کلید انتر رو فشار میدم و به این ترتیب ملاحظه میکنید که تغییر مقیاس انجام میشه.
در هر صورت باید با توجه به موقعیت شکل‌ها در داخل نقشه‌ای که دارید تعیین بکنید که وضعیت و موقعیت و نحوه قرارگیری اونها به چه شکلی باشه و اینکه زمانی که ما ترسیمی رو انجام میدیم کدوم حالت برای ما میتونه که بهترین نتیجه باشه. تمام این کارها رو میتونید با یک مقداری تمرین و صرف حوصله و زمان انجام بدید تا به بهترین نتایج برسید.